جلسه 22. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أحمد أبا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در فقره سلام زیارت عاشورا که صد سلام وارد شده است و هر سلامی هم برای درک مرتبه ایست از مراتب توحیدی، چند نکته رو باید توجه داشت. نکته اول، علی ابن الحسین کیست؟ چون زیارت عاشوراست و بحث کربلا، علل قاعده علی ابن الحسین وجود اقدس و انور حضرت علی اکبر علیه الصلاه و السلام هستند. البته قرائن دیگری هم هست، به همین اندازه ما اکتفا میکنیم. نکته دومی که این بحث دارد این است که میفرماید ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، میخواهد بگوید زیارت امام حسین علیه السلام عهد خداست. خب البته عهدی که از ناحیه ما به سوی حق تعالی ابلاغ می‌گردد. یه مقداری با اجازه شما عزیزان وارد این بحث عهد بشیم، ببینیم چی میتونیم سید کنیم، به دست بیاریم. در قرآن این جمله رو برخورد میکنید که والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. مؤمنین یکی از صفاتشون اینه در سوره مؤمنون که مراعات امانت و عهد را می کنند. وقتی می پرسیم امانت چیست؟ می گویند چیزی که زمین و
آسمان و کوه‌ها طاقت نگهداریش رو نداشتن، انسان طاقت نگهداریش رو داشت. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. انسان حمل کرد این امانت رو. از وجود اقدس امیرالمومنین علیه السلام سوال میکنیم این امانت چه بود؟ میفرماید خود خدا بود که در اختیار انسان قرار گرفت. میپرسیم عهد چیست؟ میگوید سوره یاسین خوندی؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان فانه لکم عدو و مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عهد را میگوید بندگی من است و بندگی من همان صراط مستقیم است. میگوییم برای چه چیزی عهد گرفتی؟ میفرماید برای اینکه راه را گم نکنی. مرتب بتونی حرکت کنی. میگویم خب عهد ما چیست به سوی تو؟ میگوید دین را که گذاردم اگر دیندار تحویل گرفتم به عهد عمل شده است. یعنی در چارچوب دین هر کس عمل کرد به عهدی که بین من و او بسته شده است عمل میکنه. میگوییم چه کسی به عهد عمل میکند؟ میفرماید المؤمنون عند شروطهم. مؤمنون با عهدهایی که هستند مستقیم هستند، پابرجا هستند. و در آیه شریفه قرآن آمده است که اوفو به عهدکم، به عهدتون شما وفا کنید، من هم به عهد خودم وفا خواهم کرد. میگوییم این که گفتند المؤمنون عند شروطهم یعنی چه؟ میفرماید یادتی در نهج البلاغه گفته شد المؤمن مرآة المؤمن. خطاب به کمیل امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود. میگیم بله. خب حالا این مؤمنی که کنار دست من نشسته است آینه است برای من و منم آینه ام برای اون. میگه نه اشتباه کرد. میگم پس چی درست بشه؟ میگه یه مومن داریم تو همه عالم، یه مومن هم داریم یه گوشه از عرب. این مومن گوشه عرب آینه است برای اون مومنی که تو تمام عالم هست. میگم اون مومنی که تو تمام عالمه کی است؟ میفرماید قرآن نخوندی؟ سوره حشر. میگم چرا؟ اما ملتفت نبودم. میگه که نخوندی سلام المؤمن المهیمن؟ میگم چرا؟ میگه این مؤمنی که درد میگه اونجا بعد از سلام اسم خودش چی؟ هم پس یکی گذاشت اینجا که آینه خودش باشه تو عالم. این المؤمن مرآة المؤمن، این نشونه همه شد. تمام اوصاف کمالیه و جمالیه رو
در وجود او به ودیعت گذاشت. گفت یه قدری حواستو جمع کنی میرسی، یه قدری هنر به کار بزنی میرسی. گفتیم خیلی. حالا برای این که ما اون مومن بشیم چی کار کنیم که بتونیم آینه بشیم؟ خب راهشو نشون بدیم. فرمود وقتی میخوایی وایسی جلوی من بگی الله اکبر، یادت باشد الله اکبری که میگه داری با من تجدید عهد میکنی. یعنی اون عهدی که بسته بودیم که الله تعبد و شیطان فانه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، اون عهد ما حواست باشه صراط مستقیم و خطشو گم نکنی. اینجا بگو الله اکبر. خیلی خوب، چشم. شب اول ماه رمضانم که بلند شدی سحری بخوری و شروع کنی بگو الله اکبر. اینجا چرا بگم الله اکبر؟ تجدید عهد عزیزمون. بگو الله اکبر، عهد جدید شد. چرا؟ چون این یه مرحله از رسیدن تو به مؤمن است. میگم دیگه چی؟ میگه مکم که اومدی چه خواستی؟ احرام ببندی؟ بگو الله اکبر. بعد بگو لبیک اللهم لبیک. کم چه؟ این چرا؟ میگه تجدید عهد است. لباسات ها چه در میاری؟ لباس های دنیا یا لباس آخرت میپوشی؟ با من عهدت رو تجدید کرد. وقتی هم که اومده مکه روبروی حجرالاسود ایستادی دستتو بالا کن، اگه میتونی بیای ختم جلو بیا. من دستمو گذاشتم رو زمین، حجرالاسود دست خداست روی زمین، دستم گذاشتم رو زمین، بیا جلو دستتو بمال به دست من. تا مالیدی بگو الله اکبر. لبتو بگذار به دست من. تا بوسیدی بگو الله اکبر. تزدهت دیگه. اگرم نتونستی دستت رو بمالی، لبت رو بگذاری، از اون بیرون، از اون عقب شروع کن. دستتو بیار بالا بگو الله اکبر. آشروع کن به جرده. ازش سوال میکنم این حجرالاسود از اول همینطور سیاه بود؟ گفت نه، سال به سال سیاه‌تر میشه. گفتم چرا؟ گفت برای خاطر این که بدیا رو میگیرد، مردم رو تخلیه میکنه، بندگی خدا از اینجا میخواد شروع بشد، بندگی شیطان را میگیرد. تو بدیت رو میدید به حضرالاسود، اون خوبیاش رو میدد به تو. لذا تا شروع کردی رفتن، اون دستی که مالیده شد به حضرالاسود پاک شد. اون لبی که مالیده شد در حضرالاسود پاک شد. اون چشمی که حضرالاسود رو دید پاک شد. اون وجودی که با حضرالاسود تماس برقرار کرد پاک شد. خب عهد من اینه. وقتی هم رفتی رو گروه صفا خواستی شروع کنی سعی صفا مرت رو، با الله و اکبر اونجام تجده عهده. سعی میکنی دنبال چی میگردی تو سعیت؟ ها
هاجر دنبال آب میگشت، تو دنبال چی میگشت؟ تو دنبال آب بگرد دیگه. مگه نفرمود در قرآن وقتی شما صبح کردید و دیدید آبتون پایین رفته، فمن یعطی کن به ما این مهین؟ بله تان دنبال آب بگرد، منتها ما این امام زمان علیه السلام است، تان بگرد دنبال امام زمانه. رو صفا وایسادی جمعیت رو نگاه میکنی، به خصوص تو قسمت هر حرمه احساس میکنی اونجا برو، اون طرف رسیدی احساس میکنی طرف مردن، برو آقا زاد بگرد، بلکه تو این حرف دور چه هفت و هزار و پشت سر میگذاری آب پیدا کنی استفاده کن. وقتی هم چی به هفتمی رسیدی خواستی تقصیر کنی، بگو الله اکبر، روت هم به سمت کعبه کن و بگو الله اکبر. نیتت هم این باشد، ناخونت رو میخوایی بگیری اصلا از اول زیقعده ناخونات رو نگیر، اصلاح هم نرو، پیرایش هم نکن خودت رو، بگذار موهای سر و صورتت بزرگ بشه. چرا؟ گذاشتم برای تقصیر. حالا تقصیر میخوایی کنی چیه؟ تجد عهد است دیگه. جد از این ناخون سمت چپ شروع کن، اگه میتونی هر ده سال بگیر تو تقصیر، رو به کعبم بکن، نیتت هم این باشد، بگو خدایا اینا زوائد دشمنان اهل بیت رو نیت کردم از بدنم بیرون بریزم، پایگاه های شیطان رو تصمیم گرفتم از وجودم خالی کنم. تو خالی کردی احساس خونه چیز احساس شادانه. عجب دستگاهی شد. بعد بخیلی بری مکه، از مسجد الحرام محرم بشی برای عرفات، بگو الله اکبر. تو طول مسیر از مکه تا مشعر و منا و بعد عرفات برسی به عرفات بعدم برگشت، مرتب یادت نرد الله اکبر. ظهر روز عرفه وقتی که نمازت خوندی بیس رو به خیبله بگو الله اکبر، بعد دعای عرفه رو شروع. وقتی هم که میخوایی بری برای افاضه و مشعر اونجام همین رو بگو، وقتی هم که میخوایی سنگ به شیطان بزنی با هر سنگی یه الله اکبر بگو، یه فضیل عهد است. عجب پس همه شد از دهت. در بیان نورانی نبی مکرم به این مسئله برخورد میکنیم که حضرت در راه جنگ بودند، وقتی به سربالایی میرسیدند میفرمودند الله اکبر، وقتی به سرپایینی می رسیدن می فرمودن سبحان الله. امام صادق علیه السلام فرمودن نماز رو حق تعالی بر اساس این الله اکبر و سبحان الله تنظیم فرمود. الله اکبر مال اوت در بالا،
سبحان الله مال نهایت خضوع در پای. برای خاطر این که شما وقتی بالا قرار میرفتی فکر نکنی اونجا معیت با حق تعالی نیست، هست، اما اینطور نیست که مثل تو بالا و پایین برد، نه، در بالاترین درجه که قرار گرفتی باته، در پایین ترین درجه که قرار گرفتی باته، پیشته. یه وقت نگی بام نیست پس اینجا هر کاری میخوام بکنم بکنم، نه، سبحان الله، پاک و منزه است از اینکه او پایین بیاید، پایین نمی آید، با من است، اصلا با من بود که من را بالا ببرد و اگر من را به سجده دعوت کرد برای بالا رفتنم بود، نمیخواست من پایین باشم، پایین را ببینم. خب این یک گذری بر عهد الهی بود. حالا هر جا تکبیر است تزدید عهد است و جالب است برای تشون بگویم هر جا تزدید عهد است سر امانت داری است. این بالا پایین رفتن و الله اکبر سبحان الله مطابق شد با نماز. حالا به این مسئله دقت کنید، با هم جمعش کنید. تا معظم گفت الله اکبر، رنگ از چهره امیر المومنین علیه السلام پرید. راوی گفت یا علی چی شد؟ فرمود وقت رد امانت رسید. الله اکبر عهد شد، نماز تزدید عهد شد، همین نماز رد امانت شد. به کی؟ به صاحب امانت. یعنی اعمال دینی که من انجام میدم، عبادات و نسکی که انجام میدم، همه اش تجدید عهد است، همه اش هم امانت داری است. آنگاه که از این دین فاصله گرفتم، از امانت داری و امانت بودن فاصله گرفتم. خب اگه اینطوره، اونجایی که ما مستحبات دین داریم، واجبات دین داریم، مستحب مؤکد داریم، پس معلوم است تو عهد و تو امانت داری به من و شما کمک میکنی. پس هر واجبی یه بخشی از این امانت است، حفظش کن. هر مستحبی یه بخشی از این امانت داری است، یه بخشی از این تجدید عهد است، محافظتش کن. خب جایگاه زیارت عاشورا در این میان چیست؟ فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. حسین جان، ما اصلا از شما یاد گرفتیم صراط مستقیم چیست، یاد گرفتیم عهد الهی یعنی چی. تقاضامون این است که این زیارت ما رو آخرین تزد عهد ما با حق تعالی قرار مده. ما زیارت میکنیم شما رو، تزدید میکنیم عهدمون رو با حق تعالی. چرا؟ چون شما اومدید ما رو نجات بدید از حیرت زلالت و جهالت، ما رو نجات بدید. شما اومدید تا قلب ما را از زلالت و گمراهی و عقل ما را از جهالت و بیعلمی نجات بدید. از شما صراط مستقیم ما اید. از آنگاه که من رو به کربلا می کنم و می گویم السلام علیک یا ابا عبدالله، دارم تقویت می کنم امانتداری و عهد الهی را. عجب سلسله به هم پیچیده‌ای شد داستان کربلا و مسائل توحیدی. بعد می‌فرماید ببین تو کدوم یکی از این جایگاه‌ها قرار گرفتی،
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. خب نه شما که سلام میدی حسین هستی، نه علی ابن الحسین هستی، اما ببین میتونی یه چیز اون دوتا باشی؟ و علی اولاد الحسین، میتونی جز اولاد امام حسین باشی؟ اولاد امام حسین گفتیم چی است؟ وقتی ابا عبدالله را توضیح میدادیم گفتیم تمام کسانی که بندگی حق را پذیرفتن اولاد امام حسین هستند. و چون امام حسین علیه السلام در بنده پروری حق نقش ممتاز دارد، شد ابا عبدالله پدر بندگان خدا. پس میتونی جز این افراد باشی؟ حالا اولاد حسین، اولاد معنوی امام حسین علیه السلام همه ما هستیم انشاءالله. اونا را تحتی که داشتیم بلا اصحاب الحسین. حالا اگه نرسیدی به مرتبه اولاد و بندگی تام برای حق تعالی، لااقل جزء صحابی باش. یعنی هم مقامت این باشد که برسونی خودت رو یه روزی به اون بخش و اون قسمت. این مجموعه سلام است که ما صد مرتبه میگم. خب حالا ارتباطش رو با صد اسم خدا ببینید چیه. صد سلام، صد تجدید عهد، صد نام الهی. یعنی در هر اسمی از اسماء خدای متعال ما بخواهیم تجدید عهد کنیم، سلام به امام حسین علیه السلام میدهیم. و چون این سلام باعث نزدیکی ما با حضرت میشود و این قرب معنوی است که ما را در صراط قرار میدهد و نگه میدارد، بسم الله. فلسفه صد و سلام روشن شد. بعد میفرماید اللهم خص انت اول الظالم باللعن منی و ابدا به اولا ثم الثانی و الثالث و الرابع اللهم من ان یزید خامسا و الان عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانه و عمر ابن سعد و شمرا و آل ابی سفیان و آل بیاد و آل مروان الى یوم القیامه. چند نکتم اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد. ایش خصه خصه یعنی مخصوص گردان. انت خودت مخصوص کن. به لعن منی چی رو مخصوص کردن؟ به لعن از نایی من. بله اون کسی که بله اول خلاصه کار ساخ کنه از بین بردن امانت الهی بود. هر کس سلسله امانت داری رو تو این عالم از بین برد، این اول ظالم است.
هر کس پیمان شکنی را رواج داد اول ظالم است. لذا حالا دقت کنید تو شاخصین پیمان شکن ها در عالم، تو شاخصین خیانتکاران به امانت در عالم، خوب نقشه ایست که آدم بتوند همه رو تشخیص بدهد، راه هاشون رو هم بشناسد. و جالب اینو بهتون بگم، همین کسانی که پیمان بستن با اون افراد بیارن بهشون کربلا، تمامشون به پیمانشون با شفا زدن. یزید به پیمانش عمل کرد؟ بله؟ عبیدالله بن زیاد به پیمانش عمل کرد؟ عمر صد به پیمانش عمل کرد؟ کی عمل کرد؟ اما چون پیمانی که اصحاب امام حسین علیه السلام با امام حسین بستند نتیجه توحید است، طی صراط مستقیم، نتیجه سرانجام به وصول الالله است، حضرت بعد از ظهر روز تاسعا شروع کردن یه سری کارهایی را، از جمله این که هر کدوم زن دارید، بچه دارید، مشکل دارید، تعلق خاطری دارید به بیرون کربلا، برید اول تعلق خاطراتون رو درست کنید. اینجا نمونید، عود این کار به شب رسید. چرا حضرت شب رو انتخاب کردن؟ به قاعده سنخیت، شبا شبند، بایدم شب برند، اومدند اما بلندشن برند، به درد امام حسن نمی کنند. چرا؟ چون اینا عهد شکنند، اینا امانتدار نیستند، اینا بهش میخوانند. اگه من بنام بود اونایی که بهش میخواند و بیارمشون، 72 چه هیچی، بلکه سپاه عمر سعدم از اون طرف همه میبریدند، میومدند این طرف. بله، مگه نگفت ای لشکریان خدا سوار بر اسباتون بشید، دشمن خدا رو بکشید، بکشید بهشتی هستید، کشتن بشید بهشتی هستید. خب اگه بحث بهشت بود، چی سزاوارتر از امام حسین علیه السلام فرزند رسول خدا؟ پس آقا بریم برسیم. ولی چون صراط مستقیم نتیجهش توحیده، حتی بهشت نیست، گریز از جهنم هم نیست، و حضرت کسانی که با او عهد کرده اند، میثاق ائمه اطهار و پیغمبران این است که دست افراد را بگیرند و به توحید برسانند و به کمتر از توحید هم قانع نیستند. اینجاست که میبینیم امام حسین علیه السلام آن عهدی که از امام به دوش اینهاست بر می دارد، تا عهدی که از خدای متعال به دوش ایشان است خودش را نشان دهد. به ما می فرماید من بیعت را برداشتم، هر کدوم بخواید برید برید. خب بیعت یه امر اعتباری بود، اما امانتداری یک امر حقیقی بود. تو این اساس یه عده
ظاهربین ها رفتند. حالا چه رفتند؟ حضرت فرصت را مغتنم شمردند، فرمودند شما چه نشستید بلند شید جای خودت نتو بهش ببینید. چرا 10 دقیقه قبل این کار را نکردند؟ چین کاروان به سرمنزل مقصود نمیرسید. این شد تزده ما شوان. خب اونی که نگذاش این قضیه بشد، چه اولی باشد چه دومی باشد چه سومی باشد چه چهارمی باشد چه یزید که پنجمیست، اختصاص لعنت از ناحیه من به او باشد. خدایا تو اونا را لعنتشون کن، تو اونا را دورشون کن از رحمت و مغفرت و صلوات خودت و هیچ برکاتی به آنها نرسد. امیدوارم خدای متعال به گوینده و شنونده توفیق درک حقیقت دین را آنگونه که به اولیاش عنایت فرموده است عنایت بفرماید انشاءالله. اما علالقاعده فریاد امام برای این بود که عهدی زیر پا گذارده نشود. امام سجاد می فرمایند روز عاشورا پدرم با این افراد صحبت کرد، برگشتند دیدم می فرمایند نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا را فراموش کرده اند خودشان را هم فراموش کرده اند. وقتی انسان خودش را فراموش کرد موعظه دیگر نمی شنود. در دلهای اینها بسته شده است، نمی فهمند. در چشمهای اینها بسته شده است، نمی بینند. در گوشهای اینها بسته شده است، نمی شنوند. فقط یک کار دارند و آن این است که حسین را بکشند و برند. رضا آقا اومدن تو خیمه ها، امام سجاد عرض کردن بابا از قاسم چه خبر؟ فرمود قد قتل، کشته شد. بابا آن قد قتل، جعفر قد قتل، بریر قد قتل، زهیر قد قتل. بابا علی اکبر قد قتل. بابا عموم ابوالفضل ظاهراً اینجا حضرت جواب نداده. حالا چه سری توش بود؟ فقط یه نکته رو گوش زد کردن، فرمودن عزیزم فقط بهت بگم مرد در بین این 84 زن و بچه من و تو هستیم، فقط غیر از من کسی نمانده است. یه وقت رو کردند
به خیمه خانم ها فرمودند یا سکینه یا رقیه یا زینب یا رباب علیکن من السلام، یعنی ملو ربدم خدا حافظ. زینب مظلوم جلومت خیلی عشق ریخت، آنقدر عشق ریخت روی زمین قرار گرفت، حالت قشبه به خانم دست داد، دست حیدری امام حسین روی قلب زینب قرار گرفت. زینب به هوش آمد، تصرف ولایتی نمود. بعضی معتقدند زینب از اینجا به بعد مقام عصمت کلیه پیدا نمود، اما این قضیه تا کی ادامه داشت؟ صبر زینب، دلها بسوزد تا داخل مجلس یزید. سر مقابل کذابش آوردند، اما گریبان ساک نکرد. داخل خراب رفتند، گریبان ساک ننمود. دختر 3 ساله برادر با دیدن سر بابا جان داد، گریبان ساک ننمود. خانه خونین، سر داخل تنور بود. خانه شم زیر قدح رخشویی بود، اما گریبان زینب چاک نشد. کجا گریبان چاک شد؟ آنگاه که سر بریده داخل تشت دلای میخوان رئیس خارجی ها رو معرفی کنه، این سر شروع کرد قرآن بخواند. با چوب خیزران اون لالزیب بر لبه تشت میزند، اما صدای صوت آقا خاموش نشد. یه وقت دلها به سوزد روبروی چشم اهل و بیت، دیدن مسیر چوب وز جود. شروع کرد آلال زیب به لب و دلال حسین. علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. به حقیقت محمد و آل، فرج محمد و آل برسان. مشکلات امر فرج مرتفع بفرما. همه ما را لائق، قابل، مشتاق، متحمل و علاقمند به امر فرج قرارمون بده. نظام اسلامی، رهبر بزرگوار، مراجع معظم در پناه ولیت امام زمان علیه السلام، مسون و محفوظ و معید و منصور بدار. اهل زلسمون و اهل بهشت، عاقبت به خیر، حاجت روا، متدین به تمام دین، عارف و عامل به تمام احکام نورانی قرارشون بدار.